سرخط اخبار. رونمایی از طرح ویژه ارتش پوتین برای جایگزینی هواپیمای غول‌پیکره اوکراینی. زلنسکی: تنها با اوکراین ناتو میتواند از اروپا حفاظت کند. لهستان 200 خودروی زرهی به اوکراین میدهد. پیام مهم پاپ درباره جنگ اوکراین و درگیری ها میان اسرائیل و فلسطین. و وعده جدید ژاپن به اوکراین. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری از چنل نکست وان پلاس خوش آمدید. روسیه قصد دارد هواپیمای ترابری سنگین آنتونوف ساخت اوکراین را با هواپیمایی که A-124 کمپانی ایلوشون نام دارد طراحی کرده و جایگزین آن کند. تصاویر گرافیکی کانپست هواپیمای ترابری فوق سنگین که توسط مجتمع هوانوردی ایلوشین رونمایی شده است جایگزین آناتوف شده است. آنطور که پارتیزان گزارش کرده، طراحی این کانپس بسیار متداول و فاقد پیچیدگی است. روسیه با ساخت شوروی بزرگترین کاربر این هواپیمای ترابری غول‌پیکر است. پیش از این مدیر شرکت مجتمع هواپیمایی ایلوشن اعلام کرده بود که این شرکت قصد دارد در آینده خطی تولیدی از هواپیمای ترابری فوق سنگین توسعه دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود گفت تنها با اوکراین است که ائتلاف ناتو میتواند ضامن حفاظت واقعی اروپا از هر گونه دست‌درازی به زندگی مردم این منطقه باشد، اما بدون اوکراین چنین اقدامی سخت صورت میگیرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که ناتو تنها زمانی میتواند ضامن حفاظت از اروپا باشد که اوکراین به صورت رسمی به این ائتلاف نظامی ملحق شود. به نوشته روزنامه کیف ایندپندنت، زلنسکی با تشکر از لیتوانی که پارلمانش در 6 آوریل سال جاری میلادی قطعنامه ای با هدف پیشنهاد دعوت رسمی از اوکراین برای پیوستن به ناتو در نشست بعدی ویلنیوس در جون 2023 تصویب کرده، گفت که این کشور اوضاع امنیتی اروپا را فهمیده است. اوکراین در حالی درخواست الحاق فوری به ناتو را مطرح کرده که روسیه 4 منطقه از این کشور را در سپتامبر گذشته میلادی تحت کنترل خود درآورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که کیف برای دریافت 200 خودروی زرهی روسماک با لهستان به توافق رسیده است. زلنسکی شنبه شب اظهار کرد قرار است فعلا 100 خودروی زرهی تحویل شود و بعداً 100 خودروی دیگر ارائه می شود. در همین حال منابع اوکراینی گزارش دادند که شرکت لهستانی بومار لابدی قرار است تانک های T-64 ارتش اوکراین را تعمیر کند. زلنسکی چهارشنبه در سفر به لهستان از ورشو خواست تا نقش رهبری در ائتلاف هوایی متحدان کیف برای ارسال جنگنده هایی به اوکراین را بر عهده بگیرد و به کیف برای دستیابی به جنگنده های مدرن F-16 کمک کند. وی گفت زمانی که نبرد به توپخانه نیاز دارد باید آن را فراهم کرد و وقتی پیروزی مشروط به حضور تانک هاست صدای غرش آنها باید در خط مقدم شنیده شود. از سوی دیگر مارسین پیتراش رئیس دفتر سیاست بین‌المللی رئیس جمهوری لهستان اعلام کرد روند تحویل اولین دسته از جنگنده های میگ 29 لهستان به اوکراین تکمیل شده است. این اولین دسته از جنگنده های میگ 29 است که پس از فروپاشی شوروی از نیروهای هوایی لهستان خارج شده و در نهایت به اوکراین رفت. رهبر کاتولیک های جهان در پیامی خواستار پایان جنگ اوکراین شد و فلسطین و اسرائیل را به گفتگو دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک
که به تازگی از بیمارستان مرخص شده و جمعه به دلیل سرماخوردگی نتوانست در یک مراسم مذهبی شرکت کند، امروز در سخنرانی عید پاک از خداوند خواست تا مردم اوکراین را در مسیرشان به سمت صلح یاری رسانده و نور عید پاک را به مردم روسیه بتاباند. او گفت: از خدا می‌خواهم مجروحان و تمام کسانی را که عزیزانشان را در این جنگ از دست دادند تسلی بخشیده و کاری کند که زندانیان سالم و سلامت نزد خانواده هایشان بازگردند. امیدوارم قلوب جامعه جهانی باز شده و همه تلاش کنند تا این جنگ و تمامی مناقشات و خونریزی های جهان پایان یابد. پاپ فرانسیس همچنین طبق روال هر ساله سخنرانی های خود را در عید پاک خواستار صلح در خاورمیانه شد و گفت: خدایا در این روز بیت المقدس را به تو میسپاریم، جایی که نخستین بار شاهد رستاخیز تو بود. بسیار نگران حملات روزهای اخیر هستم که روند گفتگوهای ضروری میان اسرائیل و فلسطین را مختل می کند. گفتگوهایی که لازمه برقراری صلح در این شهر مقدس و تمامی منطقه هستند. وزارت امور خارجه ژاپن طی بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور به اوکراین وعده ارائه کمک مالی 7.6 میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف داده است. یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن، در دیدار با همتای اوکراینی خود دیمیترو کوبلا اعلام کرد که توکیو به اوکراین کمک 7.6 میلیارد دلاری ارائه خواهد کرد. خبرگزاری آناتولی گزارش داد. وزارت امور خارجه ژاپن طی بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که این کشور به اوکراین وعده ارائه کمک مالی 7.6 میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف داده است. از سوی دیگر، نخست وزیر ژاپن از ولادیمیر زلنسکی دعوت کرده بود تا در نشست گروه 7 که به صورت برخط در هیروشیما برگزار می‌شود شرکت کند. زلنسکی هم این دعوت را پذیرفته است. کشورهای غربی و متحدان آنها از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در 24 فوریه سال 2022 موضع ضد روسیه جدی را پیش گرفته و برای اوکراین کمک تسلیحاتی از جمله سامانه پدافند هوایی، موشک‌انداز، تانک و سلاح‌های ضد هوایی فراهم کردند. مسکو همواره هشدار داده که این اقدام کمکی به پایان مسالمت‌آمیز جنگ نکرده و تنها به تشدید تنش‌ها و طولانی شدن جنگ دامن می‌زند.